در ارتباط با افزایش نرخ تورم و بهره بانکی در آمریکا و پیامدهای آن هم در داخل کشور و هم در کشورهای دیگر گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، استاد و پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه‌های سوئد که از استکهلم با ما هستند. آقای علوی، درود بر شما. درباره دلایل افزایش نرخ تورم در آمریکا بفرمایید و اینکه سال گذشته و در ماه‌های پس از آغاز همه‌گیری کرونا آمارهای اقتصادی آمریکا به نسبت کشورهای دیگه بهتر بود، چه عواملی باعث بروز این شرایط شده؟ دلایلی که این امر رو توضیح میده، یک پدیده شناخته شده ایه. معمولا بانک‌های مرکزی نه تنها ایالات متحده بلکه همه کشورها به محض اینکه تورم بالا میره تلاش میکنن که با سیاست‌هایی که سیاست‌های ثبات نامیده میشه اون تقاضا رو برای برخی از کالاها یا برخی از رشته‌ها کاهش بدن و در نتیجه تورم رو مدیریت بکنن. و البته ابزار پولی که در اینجا به کار میره و در این مورد به اصطلاح بانک مرکزی امریکا به کار گرفته همون نرخ بهره است که یک سیاست تقریبا شناخته شده و سنتی است، به این معنا که با افزایش نرخ بهره به هر حال تقاضا کاهش پیدا میکنه و البته با کاهش تقاضا تلاش میشه که قیمت ها هم کاهش پیدا بکنه و این سیاست برای اینه که به هر حال یک ثباتی رو در اقتصاد ایجاد بکنه و مانع افزایش تورم و امواج تورمی بشه. طبیعتا این باعث میشه که قیمت سرمایه و سرمایه گذاری بالا بره، هزینه های سرمایه گذاری، حالا قرض گرفتن برای خانه، خرید خانه یا فرضاً سرمایه گذاری در سایر مؤسسات البته بالا خواهد رفت و البته یک پیامد مثبتی هم خواهد داشت برای امریکا و اون هم اینی که به هر حال جذب سرمایه است از سایر کشورها به اقتصاد امریکا. در گزارشی که با هم دیدیم اشاره شد که پیامدهای افزایش نرخ بهره در آمریکا به مرزهای آمریکا فقط محدود نمیشه و بر اقتصاد کشورهای دیگه هم تاثیر خواهد گذاشت. این تاثیر مشخصاً به چه شکل خواهد بود؟ خب با افزایش نرخ بهره‌ای که هدایت میکنه سرمایه گذاری و همچنین مصرف و یا سایر فعالیت‌های اقتصادی رو طبیعی است که کشورهایی که در حال توسعه خوانده میشن سرمایه گذاری براشون گرانتر تمام میشه و اگر قبلا سرمایه گذاری در اون کشورها مزیتی داشت، حالا با بالا رفتن نرخ بهره در امریکا و با توجه به اینکه ثبات سیاسی و اقتصادی هست نسبت به اون کشورها در امریکا، سرمایه ها جذب اقتصاد امریکا میشه و از اون به اصطلاح کشورها فرار میکنه. بنابراین هم در خصوص جذب سرمایه اونا دوچار مشکل میشن و هم در مورد اینکه اگر قرار است که سرمایه گذاری بشه یا فرضاً مؤسسه ایجاد بشه گرانتر تمام میشه و اونها باید به هر حال بپذیرن که قیمتهای بیشتری رو پرداخت بکنن. طبیعی است که نتیجه سرمایه گذاری گران بر به اصطلاح قیمت نهایی کالاهای مصرفی تأثیر میذاره و مصرف کننده در این کشورها باید باهای بیشتری رو پرداخت بکنن برای خدمات و کالاهایی که میخرن.